بیننده برنامه پخش مستقیم هستید در تلویزیون کانال جدید. در سالگرد اعتراضات سراسری انقلاب زن زندگی آزادی در آبان ماه و همچنین در آستانه سالگرد خیزش آبان 98، منوچهر بختیاری پدر دادخواه زنده یاد پویا بختیاری از زندان فراخوان به گلباران سر مزار تمام جانباختگان در سراسر ایران داد. سلام میکنم به همه شما بینندگان گرامی. شیرین شمس هستم. شنبه 20 آبان 1402 برابر با 11 نوامبر 2023 بیننده برنامه پخش مستقیم هستید در تلویزیون کانال جدید. اعتراضات سراسری در قلب انقلاب زن زندگی آزادی در آبان 1401 بسیار پرشور و پرحرارت برگزار شد. در روزهای اعتراضات سراسری در قلب انقلاب زن زندگی آزادی سالگرد خیزش آبان 98 هم رسید. امسال چهارمین ساله که به خیزش آبان 98 توجه میکنیم. سالگرد خیزش آبان 98 نزدیک میشه، آبانی که مردم و در صف مقدم جوانان به پا خواستند برای بزیر کشیدن حکومت دو سالار اسلامی. در طول 3 روز جنگ نابرابر، قطعی اینترنت و کشتار 1500 نفر، اما فریاد آبان ادامه دارد، از همه جا به گوش می رسید و همچنان به گوش می رسه. انقلاب زن زندگی آزادی در ادامه اعتراضات سراسری در آبان 98 بود. این بار اعتراضات انقلابی در یک انقلاب با شکوه زن زندگی آزادی. پس از 4 سال و همچنین وقوع انقلاب زن زندگی آزادی که ادامه اعتراضات پرشور دوره‌های گذشته و همچنین آبان 98 است، خانواده‌های دادخواه همچنان مصرانه بر دادخواهی خون فرزندانشون هستند. پیشبرد انقلاب زن زندگی آزادی یکی از اهداف مهم اکثریت مردم ایران و همچنین خانواده‌های دادخواه که فرزندان خودشون رو از دست دادند. منوچهر بختیاری پدر دادخواه پویا بختیاری در پیامی تلفنی از زندان به همسرش سارا عباسی گفته که لطفاً بگویید به مردم که پویش گل راه بیاندازند. 24 و 25 و 26 آبان همه به نیابت از من بیان گل بریزند سر مزار پویا و دیگر قهرمانان و جانباختگان. سراسر ایران را گلباران کنید. تقاضا میکنم از همه مردم ایران بیان و سراسر ایران را گلباران کنند. این فراخوان یکی از پدرهای دادخواه هست که همچنان در زندان جمهوری اسلامی محبوسه. نداشتم مراسم بگیرم برای عجمیان داشتم مراسم بگیرم صاحب رو سالگرد میگرد برای چه تلویزی نبخش میکنم ولی برای بله یه قاتل مراسم بگیرم بسید رو پا پویز گل بگلام اندازه همه به نیابت از من که گل بریزن سر مزار پویا و دیگه از آن باختی کن سراسر ایران گل بارا بکن و
و ما به شبکه‌های اجتماعی که سری می‌زنیم در رابطه با انقلاب زن، زندگی، آزادی و اعتراضات پرشور این انقلاب در آبان 1401 روز شماری می‌بینیم و همچنین تلفیقی با اعتراضاتی که به مناسبت سالگرد آبان 98 صورت گرفته. هم‌اکنون در شبکه اجتماعی ایکس کاربران دارن در رابطه با سالگرد آبان 98 می نویسن. کاربری نوشته چند روز دیگه سالگرد کشته های آبان 98 و قطع شدن اینترنت، هنوز که هنوز باورم نمیشه یه هفته اینترنت نداشتیم، قتل عام کردن و هممون وحشت زده بودیم، هنوزم که هنوز انگار یه کابوس بوده، یه عمر تراما دارم از خاورمیانه بودنم. کاربر دیگه ای نوشته هر روز که به سالگرد آبان خونین 98 میرسیم در غم و ناراحتی و استرس بیشتر احاطه میشیم، آبان فراموش شدنی نیست. و اما انجمن خانواده های دادخواه آبان ما هم پیشنهادی دادند با تصاویری از جانباختگان آبان 98 و گفتن از شما دعوت میکنیم در صورت امکان برای همبستگی با خانواده های دادخواه آبان 98 تصویر پروفایلتون رو به تصویری با شعار آبان ادامه دارد تغییر بدید. و با هشتگ علیه فراموشی این فراخوان رو در شبکه‌های اجتماعی منعکس کردند. اما در یک سال پیش در چنین روزی در 1401 آبان 1401 مشخصا 19 آبان 1401 بسیاری از کسبه و بازاریان در شهر مهاباد دست به اعتصاب زدند با بستن مغازه های خودشون. همچنین مردم مریوان مراسم 40 مختار احمدی رو به صحنه اعتراض تبدیل کردند و اعتصاب کارکنان نفت و گاز به روز 4 خودش رسید. در مشهد اما دانشجویان به حضور علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در دانشگاه فردوسی اعتراض کردند و شعار هیز توی، هرز توی، زن آزاد منم سر دادند. گروهی از دانشجویان که اجازه ورود به سالن سخنرانی سخنگوی دولت رو پیدا نکردند پشت در سالن شعار زن زندگی آزادی سر دادند. از سوی دیگه گروهی از دانش آموزان در تهران با تعطیلی مدارس خودشون در خیابان سهروردی راهپیمایی کردند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر می‌دادند. این فقط گوشه ای از اعتراضات انقلابی آبان 1401 است در متن انقلاب زن زندگی آزادی که در ادامه برنامه به تصاویری از اون هم خواهیم پرداخت. اما با ما باشید بینندگان گرامی. تظاهرات، تجمعات، آکسیون‌ها، پرفورمنس‌ها و اقدامات مختلفی در شهرهای سراسر جهان به یاد کشته شدگان انقلاب زن زندگی آزادی و همچنین به مناسبت سالگرد آبان 98 و همچنین در حمایت از اعتصاب و اعتراض کارگران نفت برقرار هست. یکی از این گزارشات رو خواهیم دید که مربوط میشه به خرونینگن هلند، گزارشی از عتیه نیکنفس، کادر حزب کمونیست کارگری ایران. سلام، عتیه نیکنفس هستم. ما امروز به فراخوان تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران در کشور هلند در شهر خرونینگن تجمعی رو برگزار کردیم که زنده نگه داریم یاد جانباختگان آبان 98 که چطور رژیم اسلامی مردم رو با بالای 1500 نفر رو کشت و همچنان داره به جنایتش ادامه میده. ما دادخواه این جانباختگان هستیم و یاد اونها رو زنده نگه داریم و همچنین حمایت میکنیم از اعتصابات کارگران نفت که چطور جسورانه دارن اعتصاب میکنن با اینکه شرایط معیشتی اونها به شدت در خطر و فشاره، ولی همچنان به اعتصاباتشون ادامه میدن. و
و اما در شهر فرانکفورت هم تجمع اعتراضی در مرکز شهر برگزار شده و سپس حاضرین و شرکت کنندگان به سوی منطقه‌ای که در اون درخت‌هایی به یاد جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی کاشته شده راهپیمایی کردند. گزارشی خواهیم دید در ابتدا از ندا علایی و سپس گوشه‌هایی از تجمع و راهپیمایی امروز. با سلام به شما بینندگان گرامی، امروز 11 نوامبر سال 2023 برابر با 20 آبان 1402 یک تجمع اعتراضی امروز شنبه برگزار شده در مرکز شهر فرانکفورت به فراخوان گروه همبستگی با انقلاب مردم ایران که ما هم در این تجمع امروز شرکت کردیم. این تجمع امروز مشخصا برای یادمان و بزرگداشت نام عزیزانی هست، کشته شده هایی هست که در آبان 98 جمهوری اسلامی اونها را به صورت وحشیانه کش. توجه شما رو به بخشی از این اکسیون، به بخشی از این تجمع اعتراضی جلب می کنم. اینجا جایی میشه برای ما همیشه برای اینکه به یاد بیاریم همیشه در ایران چه اتفاقاتی داره میفته، چه اتفاقاتی افتاده و بتونیم این جنایات رو در واقع به دست فراموشی نسپاریم و مهمتر از اون یاد تمامی جانباختگانی که 44 سال حکومت ننگین جمهوری اسلامی بودن یادشون رو همیشه گرامی بداریم. به اینجا تا اونجا هر کسی که میتونه بیاد سر بزنه روزانه یا هفته یه بار، دو هفته یه بار، ولی یادی بکنیم از تمام عزیزانی که برای آزادی جنگیدن، جونشون رو از دست دادن و ما قربان کسایی که اینجا هستیم بتونیم این یاد رو همیشه زنده نگه داریم و این جنایات رو هم همینطور، چون تمام سعی جمهوری اسلامی اینه که بتونه این جنایات رو در واقع به دست فراموشی بسپاره. همونطوری که دیدیم تو خاوران، جنایاتی که تو خاوران شد بارها سعی کرد بپوشونه و جنایاتش رو مردم فراموش کنن، ولی نه، جنایات جمهوری اسلامی هیچ زمانی برای ما فراموش شدنی نیست و تمام جاهایی که یادی از بیننده برنامه پخش مستقیم هستید. گزارشاتی رو دیدیم از شهر فرانکفورت در آلمان که روز شنبه 20 آبان ماه در حمایت از انقلاب زن زندگی آزادی به یاد کشته شدگان این انقلاب و همچنین به مناسبت سالگرد آبان 98 برگزار شده. حسن صالحی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام ما را همراهی میکنند در این بخش برنامه. سلام میکنم حسن صالحی، خوش آمدید به برنامه پخش مستقیم. سلام،
متشکرم، منم خدمت شما و همه بینندگان سلام دارم. ممنون که همراه ما هستید. حسن صالحی، سال گذشته آبان 1401 ما شاهد اعتراضات و اعتصابات با شکوهی در ایران بودیم، در قلب انقلاب زن، زندگی، آزادی، و همچنین شاهد فراخوان سه روزه 24، 25 و 26 آبان ماه به مناسبت سالگرد خیزش آبان 98 که این سالگرد در دل یک انقلاب عظیم برگزار شد. از شما میخواییم که ارزیابی خودتون رو در رابطه با اعتراضات سه روزه در قلب انقلاب زن، زندگی، آزادی بگید در سال گذشته، و نقش خانواده زندانیان سیاسی، جنبش دادخواهی و فعالان انقلاب زن، زندگی، آزادی. خب شما به اخبار این تحولات در سال گذشته اشاره کردید، اما تو که شما هم اشاره کردید سالگرد و گرامی داشت که آبان 98 که سومین سالگردش بود در واقع در سال 1401 سال گذشته، در متن یک انقلاب صورت گرفته بود. و جالبه نکته هم همینجاست، علارغم سرکوب خونینی که شد در آبان 98، 1500 نفر رو کشتن و نزدیک به 20 هزار نفر، آمار اینطوری هست که حتی دستگیر کردن، اینترنت رو قطع کردن و اون سرکوب خونین رو انجام دادن که به آبان خونین مشهور شد، ولی یک سال بعد از اون یا کمی زودتر از یک سال جنبش اعتراضی مردم این بار در قالب یک انقلاب اتفاق افتاد. و سال گذشته وقتی که ما به استقبال گرامی داشت آبان می رفتیم، دو سه ماهی بیشتر از انقلاب نگذشته بود که هنوز در کوران و گرمای انقلاب بودن و مردمی که دستاشون رو گذاشته بودن تو دست هم، از بخشای مختلف مردم، خانواده های دادخواه، خانواده های زندانیان سیاسی، دانشجویان، تشکل های مدافع حقوق زنان و اون جوانان محلات، بخش های مختلفی که تشکیل شده بود، پا گرفته بود، شوراهای محلات جوانان تشکیل شده بود، اینا دستشون رو گذاشتن تو دست هم دیگه و یک فراخانی رو دادن که این فراخان هم نشان از این داشت که سازمانیابی اون جنبش داشت، بیداری هرچی بیشتر جنبش مردمی تو ایران داشت، و هم قدرتشو که بالاخره چون خود اون مسئله یک حرکتی به یک حرکتی تبدیل شد که یک برآمد تازه‌ای رو حتی میتونیم بگیم در انقلاب به وجود آورد و انقلاب رو پوش داد، به جلو سوقش داد و یک قدم مهم بود در راستای تحقق اهداف انقلاب زن، زندگی، آزادی. خب خانواده های دادخواه همیشه، خب میدونید در آبان 98 خیلی ها کشته شدن، خانواده های دادخواه، خانواده های این عزیز همیشه پیش قراول مبارزات بودن و به مناسبت های مختلف، انتخابات جمهوری اسلامی، مزکه انتخابات جمهوری اسلامی، اون پرچم سرنگونی طلایی رو اینا در واقع در دست داشتن، و با اینکه خیلی خیلی از جانب رژیم مورد اذیت و آزار و فشار و دستگیری و بازداشت، همین الان شما اشاره کردین به تعدادی که هنوز در بازداشت هستن، اینها قرار داشتن، قلب پرتپش جنبش انقلاب زن، زندگی، آزادی بودن همیشه و جنبش اعتراضی مردم بودن و توجه ها رو به خودشون جلب کردن و مردم به فراخوان‌های اونام تمام مثبت دادن، پاسخ مثبت دادن. بنابراین من فکر میکنم ما الان 4 سال از اون حرکت میگذره، 1 سال، 3 سال بعد از اون حرکت انقلاب زن، زندگی، آزادی شروع شد، شعلاش فروزان شد، و من امیدم اینه که با این انقلاب هرچی با شعله های فروزان دیگه، یعنی به یک این آبان، حتی اینطوری بگم این آبان به یک برآمد تازه حتی تبدیل بشه در این انقلاب. حتما برمیگردم به شما حسن صالحی در رابطه با تاکیداتی که در پایان صحبتتون داشتید، اما این رو هم اعلام بکنم که امروز شنبه 20 آبان 1402 کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران واقع در اهواز در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل
و پرداخت نشدن حقوقشون و مطابق فراخوان از قبل اعلام شده اعتصاب کرده و تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز همچنین خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی خودشون هستند. این توضیح رو هم اضافه بکنم که دور تازه اعتراضات و اعتصابات در صنعت نفت از اوایل مهر ماه آغاز شده و کارگران شاغل و بازنشسته در بخش‌های مختلف اون هم از رسمی و قراردادی، پروژه‌ای، عملیاتی و بهره برداری رو در بر گرفته. وسعت جغرافیایی این اعتراضات در اکثر مناطق بزرگ نفتی کشور مشاهده میشه و رفته رفته هم تعداد اعتراضات رو به افزایش هست و هم جمعیت کارگرانی که به اعتراضات در هر شهر میپیوندن. به علاوه کارگران نفت روز دوشنبه هر هفته رو هم روزی برای اعتراض مستمر خودشون نامیدن. این رو هم اضافه بکنم که اعتراضات کادر درمان هم در دو شهر عراق و تهران امروز صورت گرفته و اعتراضات مختلف دیگه‌ای در گوشه گوشه شهرهای ایران. اما در رابطه با سالگرد کشته شدگان انقلاب زن، زندگی آزادی که فرا میرسه، ما شاهد تهدیدهای خانواده های اونها توسط جمهوری اسلامی هستیم و همچنین وادار کردن اونها به لغو مراسمی که از قبل اعلام کردند یا اینکه مراسم زود هنگام مثل مراسم سالگرد کیان پیرفلک. اما علارغم وادار کردن پدر یلدا آقا فضلی به لغو مراسم دخترش، شاهد هستیم که جمعیتی در تهران سر مزار یلدا آقا فضلی حضور پیدا کردند. اما سالگرد انقلاب زن زندگی کشته شدگان انقلاب زن زندگی آزادی هم به نوعی باز همزمان میشه با سالگرد کشته شدگان آبان 98. حسن صالحی، ما شاهد این هستیم که خانواده های دادخواه به اشکال مختلف فراخوان میدن، پیام میدن، مراسم فرزندانشون رو برگزار میکنن. برخی از اونها در زندان هستند مثل پدر محمد مهدی کرمی یا مثل پدر پویا بختیاری. اما پدر پویا بختیاری امسال به مناسبت سالگرد آبان 98 فراخوان داده که سراسر ایران رو سر مزار پویا بختیاری و همه جانباختگان گلباران بکنن. شما این اقدامات خانواده های دادخواه رو چگونه ارزیابی میکنید و فکر میکنید که جامعه چگونه باید با این فراخوان ها برخورد بکنه؟ خب طبعا من از این فراخوان ها پشتیبانی میکنم. یک گرامی داشت آبان 98 سالگردش، یک بخش مهمه همینه که یاد این کشته شدگان جانباختگان آبان رو گرامه ما بداریم، حالا با برگزاری مراسم بستر مزارشون یا گلباران کردن همونطور که ایشون در فراخوانشون گفتن، پدر پویا بختیاری گفتن، و مراسم ها مراسمی رو برگزار بکنن اینا. ولی خب شما شاهدید جمهوری اسلامی حتی بعضا عزاداری یا مراسم سوگواری هم از خانواده های دادخواه دریغ کرده. همیشه با یک اقدامات امنیتی و سرکوبگرانه شدیدی مثلا سر مزارع حاضر میشه و نمیذاره مردم تجمع بکنن و اونطور که خودشون میخوان این مراسم رو برگزار بکنن. بنابراین خب یک نکتهش اینه که خب مردم اگر استقبال بشه، مردم بیشتری شرکت بکنن، نیروی جمعیت بیشتر باشه، طبعا قدرت این که خونسا بشه این تقلای حکومت برای جلوگیری از این مراسم بیشتر میشه و جمعیت زیادتر بشه، خب نیروی امنیتی قدرت مانورشون کمتر میشه. ولی یک جنبه دیگه، حتی اگر نذارن و این امکان رو نذارن به وجود نیاد که ما اونطور که دلمون میخوای بر سر مزار این عزیزان بریم گلباران کنیم، صحبت کنیم، حرف بزنیم، حرف دلمونو بزنیم، به نظر من خب این بچه‌ها کسایی که کشته شدن خب یا دانشجو بودن یا کاسب بودن یا محصل بودن یا کارگر بودن یا پرستار بودن، یه شغلی، یه کاری داشتن تو جامعه میکردن. به نظر من نباید مراسم رو محدود کرد فقط به مزار این عزیزان، و بلکه تو دانشگاه ها یعنی یه جنبه اجتماعی خیلی تودهی بهش بدیم، تو مدارس، تو دانشگاه ها، تو محل کار،
اینایی که خب بالاخره کارگر بوده، تو محل کار دانشجو بوده، تو دانشگاه، از اینا یاد بکنیم، یادشون گرامی بداریم، عکساشون بیاریم جلو، شمع داره عکساشون بذاریم، گلباران بکنیم اونطوری که پدر پویا بختیاری گفته، و اقدامات نظیر این. اگه این کارا رو بکنیم به نظر من رژیم نمیتونه کاری بکنه، چون این اعتراضات از گوش و کنار جامعه و از همه جاش میاد، بروز پیدا میکنه و فقط در یک نقطه متمرکز نیست، بلکه در همه جای جامعه داره یه اتفاق میفته، این گرامی داشته یاد این عزیزان اتفاق میفته. و اگر ما به نظر من چنین بکنیم، شاهد یک میتونیم شاهد یک برآمد دیگه در انقلاب زن زندگی آزادی باشیم، مردم اعتماد به نفس بیشتری پیدا بکنن، تحرک مبارزاتی بیشتری پیدا بکنن و انقلاب رو خیلی ساده بگم ادامه بدیم و تا به آخر برسونیم. خانواده ها یه پای مهم این قضیه هستن، در پیامی که خانواده های نهاد دادخواهان داده گفته و تاکید کرده که ما از مردم جهان حمایت میخوایم، از جهانیان حمایت میخوایم و خودمونم تا آخر ایستادیم و این مبارزه رو تا آخر به پایان میبریم. خیلی متشکرم از شما حسن صالحی که همراه ما بودید در این برنامه پخش بود. سپاسگزارم. همزمان با سالگرد تعدادی از کشته شدگان انقلاب زن زندگی آزادی، فشار بر خانواده‌های دادخواه شدت گرفته. مراسم یاد یلدا آقا فضلی لغو میشه. پدر یلدا آقا فضلی رو وادار کردن که به مراسم دخترش رو لغو اعلام بکنه. مرداد آقا فضلی روز 18 آبان، یک روز مانده به سالگرد کشته شدن دخترش، از سوی اداره اماکن احضار میشه. این در حالی که چند روز قبل هم تالار محل پذیرایی مهمانان شرکت کننده برای مراسم سالگرد هم مسدود شده و به مدیر این تالار اخطار شدید داده بودند که حق برگزاری هیچ گونه مراسم سالگردی ندارند. این پدر دادخواه پستی در اینستاگرام گذاشته و اعلام کرده که به دلیل برخی مشکلات مراسم در بهشت زهرا لغو شده و متعاقباً مراسم اطلاع رسانی خواهد شد. قرار بود مراسم سالگرد یلدا آقا فضلی روز جمعه 19 آبان در بهشت زهرا برگزار بشه. جمعه 19 آبان از صبح قطعه‌ای که یلدا در اون به خاک سپرده شده، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی مستقر بودند و مانع حضور مردم می شدن. اما وقتی که هوا کمی تاریک شد، ماموران رفته بودند و جمعیتی سر مزار حاضر شدند و با یلدا دختری که هرگز اظهار پشیمانی نکرد عهد و پیمان بستند. یک گزارش تصویری داریم از مزار زنده یاد یلدا آقا فضلی. بعد ما بارون می باره از شاسایی، پر می شه این خونه از رخص و گل و شادی، ما بریم تو سینه ها رگبار و خاکستری از جنس آدم نیست. سالگرد زنده یاد کیان پیرفلک هم یک هفته زودتر و در جوی شدیداً امنیتی برگزار شده. مدت بسیار زیادی بود که از ایزه خبری منتشر نمی شد. متأخرترین خبر مربوط میشه به گزارش تصویری که از مراسم سالگرد کیان پیرفلک و با یک هفته زودتر مراسم گرفتن منتشر شده. گزارش تصویری که می بینیم مربوط میشه به استوری میثم پیرفلک. Oh!
سری میزنیم به اینستاگرام آتش شاکرمی، خاله دادخواه نیکا شاکرمی، نوجوان کشته شده در اعتراضات سراسری انقلاب زن زندگی آزادی، که با انتشار متنی از ماه منیر مولایی راد، مادر دادخواه کیان پیرفلک، به دلیل برگزاری مراسم سالگرد فرزندش که یک هفته زودتر برگزار شده از او تقدیر کرده و او را مادر ایستاده اعتراضات سال گذشته خوانده. آتش شاکرمی ماه منیر مولایی رو گفته که میدونست اگر برگزاری مراسم رو اعلام کنه مثل بقیه ماها حبس خانگیش میکنن و اگر از خانه بیرون بیاد دستگیرش میکنن و اگر کسی از کسانش بخواد اقدامی بکنه گروگان میگیرنش تا وقتی که اعلام کنه سالگرد کنسل شده. او یادآوری کرده نیروهای امنیتی همچنین راه‌های رسیدن به قبرستان رو می‌بندند و همه چیز رو کنترل می‌کنند و اضافه کرده که ماه منیر می‌دانست برای همین یک هفته پیش از سالگرد پاره تنش برایش سالگردی در خفقان گرفت. آنچه که او شرح داده مشابه اتفاقیه که برای پدر، مادر و نزدیکان اقوام مهسا ژینا امینی در سالگرد جان باختنش، سالگرد کشته شدنش در شهریور ماه گذشته رخ داد. مراسم سالگرد کیان پیرفلک روز 19 آبان یک هفته زودتر با حضور ماه منیر مولایی راد و میثم پیرفلک، مادر و پدر این کودک کشته شده و در کنار آرامگاه او در روستای پرچستان شهر ایزه و در فضایی به شدت امنیتی برگزار شد. آتش شاکرمی همچنین با یادآوری آنچه بر نیکا شاکرمی بعد از کشته شدنش رفته درباره مادر کیان پیرفلک می نویسه: از ابتدا می دانست اگر بگذارد پیکر بچهش دست نیروهای امنیتی بیفتد آراگروگان می گیرند و مثل نیکا در نهایت آن را از سردخانه می دزدند و در حالی که خاله و داییش در بازداشتگاه تحت بازجویی سنگین هستند، آن هم با دهان پرخون و کمر شکسته و خانواده در دویدن میان قبرستان و فرمانداری است، با اسکورت 76 ماشین زره پوش و صدها نیروی سرکوبگر و بستن تمام راه‌ها، او را در جایی که خودشان می‌خواهند به خاک می سپارند. او همچنین خطاب به ماه منیر مولایی راد نوشته: تو نماد مادر ایستاده در این جنبش هستی، مادری که به تنهایی باری را بر دوش می کشد که تمام سلبریتی های سیاسی توان تصور حتی بخشی از آن را ندارند، چه رسد به حملان. بیننده برنامه پخش مستقیم هستید. بینندگان گرامی، شما هم اگر پیامی دارید به این خانواده های دادخواه که تحت فشارها، تهدیدها و همچنین خشونت های نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی پرچم دادخواهی، پرچم انقلاب زن زندگی آزادی رو بالا بردن، حتما میتونید از طریق شماره تلفن که روی اسکرین میبینید پیام هاتون رو به دست ما در تلویزیون کانال جدید برسونید. اما اینجا نگاه دیگری خواهیم انداخت به مراسم دیگری از کشته شدگان انقلاب زن زندگی آزادی. به اکانت اکس فاطمه حیدری، خواهر دادخواه جواد حیدری، مراجعه می کنیم که روز گذشته نوشته: امروز و در حالی که آیین سالگرد کشته شدن کیان پیرفلک هفت روز زودتر و تحت شدیدترین فشارهای امنیتی برگزار شد، فضای شهر ایزه نیز بسیار امنیتی بود. نیروهای امنیتی به مادر و خواهر میلاد سعیدیانجو در مسیر بازگشت از مزار میلاد حمله کرده و آنان را با اسلحه تهدید کردند. همچنین در ادامه پستش نوشته که دو نفر از همراهان خودروی آنان نیز توقیف شده است. این سومین باری است که خانواده سعیدیانجو با اعمال خشونت شدید تهدید می شوند. و همچنین تصویری از دو نفر از بازداشت شدگان رو فاطمه حیدری در پست خودش ضمیمه کرده: علی اکوانی و ابراهیم ارمش. امیدوارم درست تلفظ کرده باشم فامیلیشون رو. دو جوان اهل بهبهان هستند که در پی حمله به خانواده میلاد سعیدیانجو در ایزه بازداشت شدند. این تصویر جوانان بازداشت شده در روز گذشته است.
بیننده برنامه پخش مستقیم هستید. بینندگان گرامی، اینجا میخوایم نگاهی بیاندازیم بر کارزارهای علیه فراموشی که این روزها با سالگرد کشته شدگان انقلاب زن، زندگی آزادی و همچنین سالگرد خیزش آبان 98 و به یاد کشته شدگان آبان 98 شدت میگیره. یکی از این کارزارها مربوط میشه به علیه فراموشی در رابطه با کشته شدگان آبان 98 که در حساب کاربری شبکه اکس انجمن خانواده های دادخواه آبان 98 اعلام شده. کمپین ویدیویی علیه فراموشی که این قسمت مربوط میشه به یاد پژمان قلی‌پور. با هم این گزارش، این در واقع کلیپ از علیه فراموشی رو میبینیم و تصاویری از محبوبه رمضانی، مادر دادخواه پژمان قلی‌پور. مزدوران جمهوری اسلامی در آبان 98 نوجوانی را با 5 گلوله در کرج به قتل رساندند تا برای همیشه لبخند را بر روی لبان مادرش بخوش کنند. محبوب رمضانی قبل از آبان زنی خوشخنده و چشم انتظار دامادی پسر بزرگش پیمان بود که پس از آن یک به یک موهایش سفید شد و تنها امید زندگیش دادخواهی خون پژمانی شد که فقط 18 سال زندگی کرد. پژمان قلی‌پور علاقه‌مند به فوتبال و از طرفداران تیم استقلال تهران بود که پس از کشته شدن در میان طرفداران فوتبال در ایران به پسر آبی شهرت یافت. بچه ای من چون فهمید سهمت شد گلوله، سهم بچه ای من توی مملکت من توی وطن من 5 تا گلوله بود، 5 تا گلوله. ولی من محبوب رمضانی، مادر پژمان قلی‌پور، قسم خوردم به جون بچم، به حرمت خون به ناحق ریخته بچم، قسم خوردم، گفتم هر گلوله میشه یک انگشت دست من و 5 تا گلوله زدی شد یک مشت توی دهان کسی که زور گفت و کشت. شما خودتونم میدونید با آبان نابود شدید و این آبان ادامه داره، مگه اینکه تمام خانواده آبان رو سرشون رو کنین زیر آب. دوره تازه اعتراضات و اعتصابات در صنعت نفت از اوایل مهر ماه آغاز شده و کارگران شاغل و بازنشسته در بخش‌های مختلف اون هم از رسمی، قراردادی، پروژه عملیاتی و بهره برداری رو در بر گرفته. وسعت جغرافیایی این اعتراضات در اکثر مناطق بزرگ نفتی کشور مشاهده شده و رفته رفته هم تعداد اعتراضات رو به افزایش هست و هم جمعیت کارگرانی که به اعتراضات در هر شهر می پیوندند. به علاوه کارگران نفت روز دوشنبه هر هفته رو روزی برای اعتراض مستمر خودشون نامگذاری کردند. در این بخش گزارشی خواهیم دید از اعتراضات کارگران نفت آقاجاری در امیدیه و همچنین فلات قاره و بازنشستگان نفت. بیچاره کردن، صندوق غارت کردن، ما رو بیچاره کردن، صندوق غارت کردن، ما رو بیچاره کردن، امداد ما رو بیچاره کردن، صندوق غارت کردن، ما رو بیچاره کردن، صندوق غارت کردن، ما رو بیچاره کردن.
صندوق غارت. امروز شنبه 20 آبان 1402 کارگران شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران واقع در اهواز در اعتراض به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت نشدن حقوقشون و مطابق فراخوان از قبل اعلام شده اعتصاب کرده و تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران معترض گروه ملی فولاد اهواز همچنین خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی خود هستند. اینجا هم گزارش تصویری خواهیم دید از تجمع کارگران گروه ملی اهواز. اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد برای اعتراض به دستمزد و حقوق و طرح طبقه‌بندی مشاغل که الان دو سه سال قول دادن و اجرایی نشده. رو هم بگم که در مقابل شرکت کشت و صنعت آستان قدس رضوی امروز شنبه تجمع اعتراضی جوانان برگزار شده و همچنین تجمع اعتراضی کارگران شاغل و بازنشسته صنعت نفت در تهران در جلوی مجلس اسلامی. تجمع اعتراضی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آقاجری، تجمع اعتراضی کادر درمان عراق مقابل درب استانداری، تجمع اعتراضی کارکنان شاغل در کارخانجات گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز که ملاحظه کردید و همچنین تجمع اعتراضی کادر درمان بیمارستان شهدای تجریش در تهران. اما برمیگردیم به روزهای 15 تا 23 آبان 1401 نگاهی به شبکه اکس بیندازیم به صورت اسلاید از تصاویر کشته شدگان آبان 1401 در انقلاب زن زندگی آزادی که گفته میشه تاکنون هویت 20 معترض شناسایی شده. این در واقع اعتراضات در سراسر ایران جاری بوده و بسیاری از این کشته شدگان در مناطق شمال، شمال غرب و همچنین شهرهای تهران و کردستان بودند. هنوز گفته میشه که تعدادی از کشته شدگان هستند که هویتشون در حال شناسایی. من یه بار دیگه اینجا تصریح میکنم بالاترین آمار کشته شدگان در شمال و شمال شرق کشور شناسایی شدن در این روزها، یعنی روزهای 15 تا 23 آبان 1401 و این افزایش آمار کشته شدگان در این مناطق در حالیه که 40 کشته شدگان زندان لاکان رشت و کشته شدگان مشهد در این مناطق برگزار شده بود. یعنی این تعداد کشته شدگان بیشترشون در 40 کشته شدگان انقلاب زن زندگی آزادی به دست جمهوری اسلامی به قتل رسیدن. در این بخش برنامه لادن بازرگان با ما همراه میشن از شورای انقلابی دادخواهان. سلام میکنم به شما، خوش آمدید به برنامه پخش مستقیم. فکر میکنم میکروفون شما بسته است، اگر باز کنید ممنون میشم. بله، سلام و درود به شما و به همه بینندگانتون. خیلی متشکرم، خوش آمدید به برنامه پخش مستقیم. ما هم سال روز اعتراضات پرشور آبان در انقلاب زن زندگی آزادی رو در واقع بهش رسیدیم و همچنین به سال روز آبان 98 داریم نزدیک میشیم. به نظر شما سال گذشته چه اتفاقی افتاد در انقلاب زن زندگی آزادی؟ ما هم شاهد مراسم 40 های کشته شدگان همون انقلاب بودیم، هم شاهد سالگرد آبان 98 بودیم و همچنین
فعالیت خانواده های دادخواه و فعالین انقلاب زن، زندگی، آزادی. شما این پدیده های درهم تنیده رو در متن انقلاب زن، زندگی، آزادی چگونه تعریف میکنید؟ بله، این هم التهابی که در جامعه هست نشون دهنده اینه که مردم ایران واقعا این رژیم رو نمیخوان. این رژیم واقعا به پایانش نزدیک شده و ببینیم که هر یکی دو سال یک بار این جنبش ها صورت میگیره و رژیم فکر میکنه که با سرکوب کردن اونها، با کشتن مردم در خیابونها، با دستگیر و زندانی کردن اونها میتونه مشکلات رو حل بکنه. اما میبینیم که هر سال خیلی جدیدتری به جمع کسانی که خواسته ای دارن و به جمع دادخواهان اضافه میشه. معلم ها حقوقشون رو میخوان، کارگر حقوق از دست رفتهشون رو میخوان، جوان ها آزادی میخوان. و اتفاقی که در انقلاب مهسا افتاد، در انقلاب 1401 صدها نفر هم متاسفانه در اون کشته شدن که خیلی هاشون هم کودک بودن، ترک هایی که به این رژیم رسوند واقعا غیر قابل باوره که الان زنان شجاع ما بدون روسری به خیابون ها میان و اینطوری رژیم رو به دست و پا انداختن که بخواد این قوانین واقعا دوران بربریت رو در مجلس که چرس کنم، در اون طویلهی که به نام مجلس می نامندش بگذرونن و بخوان که مردم رو امر معروف و نهی از منکر بکنن و این همه فشار رو انرژی روشون بزنن. یعنی بعد از 43 سال شکست ایدئولوژی اسلامی رو در انقلاب 1401 در شعار زن، زندگی، آزادی می بینیم و واقعا افتخار میکنم به این نسلی که با شجاعت ایستاده و حاضر نیست که این روسری رو تحمل بکنه و به رژیم داره فشار میاره و میبینیم که رژیم در همه عرصه ها دستش تنگه و دیگه نمیدونه که چطوری جواب مردم رو بده و این پیروزی، این انقلاب واقعا رو به پیروزیه. فقط حیف این جانهای شهیدایی که واقعا از دست ما رفتن، ولی متاسفانه آزادی قیمت داره و رژیم هم که به این آسونی کنار رو نیست و میخواد که سرکوب بکنه و باید جلوش ایستاد متاسفانه. بله. لادن بازرگان، همزمان میبینیم با سالگرد تعدادی از کشته شدگان انقلاب زن، زندگی، آزادی، در متأخرترین اتفاقاتی که افتاده فشار بر خانواده های دادخواه داره همینطور افزایش پیدا میکنه. مراسم یلدا آقا فضلی لغو میشه به خاطر اینکه نیروهای امنیتی مجبور میکنن این پدر دادخواه رو که مراسم دخترش رو لغو بکنه. سالگرد کیان پیرفلک یک هفته زودتر و اون هم در جو شدیداً امنیتی برگزار میشه. ماموران به خانواده میلاد سعیدیانجو که به مزارش رفته بودن حمله میکنن، ولی از طرف دیگه میبینیم سالگرد خیزش آبان 98 داره میرسه و ما هم از طرف خانواده های دادخواه انقلاب زن، زندگی، آزادی میبینیم که به اشکال مختلف میخوان یاد فرزندانشون رو زنده نگه دارن، دادخواهی میکنن و همچنین پدر پویا بختیاری که از زندان فراخوان میده که به مناسبت سالگرد آبان 98 سراسر ایران روی مزار پویا و همچنین مزار جانباختگان رو گلباران بکنن. شما به عنوان یک خواهر دادخواه و همچنین به عنوان فردی که در شورای انقلابی دادخواهان فعالیت میکنید، چگونه این برخورد خانواده های دادخواه رو ارزیابی میکنید و فکر میکنید که جامعه چگونه میتونه با این خانواده ها همراه بشه و به فراخوانشون پاسخ مثبت بده؟ ببینید، الان دیگه دهه 60 نیست که اینها بتونن در سکوت آدم بکشن، انسان بکشن، در سال 67 5000 زندانی رو به دار بکشن و فکر بکنن که صدا از کسی در نمیاد. الان با این سوشال میدیا همه جور اطلاعات در اختیار همه هست، مردم از همدیگه با خبر میشن، از جنایتایی که اتفاق افتادن. اکثر دستگیری‌ها و اعدام‌ها می‌بینیم کسانی هستن، جوان‌هایی هستن که به سر خاک عزیزان دیگه رفته بودن، می‌خواستن با خانواده های اونها همدلی کنن، همراهی بکنن و رژیم اونها رو دستگیر و سرکوب میکنه. ولی واقعیت اینه که حضور ما در خیابون‌ها و فشار آوردن به رژیمی که میتونه این رژیم رو عقب بزنه و مردم هم به خوبی دارن نشون میدن که جلوی رژیم ایستادن. شما جلوی مراسم کیان پیرفرک رو میگیرید، با پویا بختیاری چه میکنید؟ جلوی پویا بختیاری رو میگیرید، با خانواده مهسا پیرایی و بقیه از اون چه میکنید؟ برای خانواده آرمیتا گیراون چه کار میکنید؟ اینه که این ترفندها واقعا ممکنه که رژیم رو چند روزی به عمرش اضافه بکنه، ولی اولا نتیجه سرنگونی این رژیم رو خونین تر خواهد کرد و در ثانی هیچ راهی برای این رژیم باقی نخواهد گذاشت. یعنی رژیم همه راه‌ها رو بسته و چاره‌ای نذاشته برای این مردم به جز انقلاب خونین متأسفانه و مردم هم دارن به خوبی نشون میدن که از هر فرصتی که دارن استفاده میکنن تا هم هزینه‌شون رو کم بکنن و هم در این حال جلوی رژیم بایستن. و همونطور که گفتم، همه فشارهایی که الان رژیم داره میاره، این وحشی بازی‌هاشون، اصلا شما در تاریخ سابقه نداره که بعد 44 سال رژیم اسلامی وقتی که به خیابون‌ها میرن که زن‌ها رو بهشون دستور بدن که روسری سرتون بکنن،
میکنید مجبورن با خودشون یک کیسه روسری و مقنعه ببرن، زن ها حتی با خودشون روسری نیاوردن. میتونید یا یه زن حزب اللهی رو میارن توی تلویزیون بگه که این مملکت مال حزب اللهی هاست. شاه هم از این حرفا میزد، میگفت هر کی ناراحت پاسپورت بگیره بره، و دیدیم که کی از مملکت رفت. حالا اینها فکر میکنن مملکت مال حزب اللهی هاست، بنشینن و ببینن که مردم چطوری از خجالت اینها در خواهند آمد و اینها نشون خواهند داد که مملکت مال شکسته است، مملکت مال مردم ایرانه و مردم ایران همین رژیم رو نمیخوان. خیلی متشکرم از شما لادن بازرگان که همراه ما بودید در این برنامه پخش مستقیم. بینندگان گرامی، توجه شما رو جلب میکنم از حضور سر مزار زنده یاد آرمیتا گراوند و مردمی که با این نوجوانی که به دلیل مقاومت در برابر اجبار حجاب توسط جمهوری اسلامی به قتل رسید چگونه تجدید عهد و پیمان میکنند. مزار دختر شریف ایران آرمیتا گراوند بدون هیچ نام و نشانی، کلی به سختی پیدا کردم این رو تو بتونم بیام سر مزارش. نشونش هم این آقا هستن که نزدیکشون هستن. و ما در این بخش برنامه نگاهی میاندازیم به اعتراضات پرشور و اعتصاباتی که سال گذشته در آبان 1401 در قلب انقلاب زن، زندگی، آزادی و همچنین به فراخوان سالگرد خیزش آبان 98 برای 3 روز 24، 25 و 26 برگزار شد. در ابتدا نگاهی میاندازیم به اعتراضات دانش آموزان در روز 24 آبان 1401. همونطور که میدونیم دانش آموزان یکی از پایه‌های اساسی انقلاب زن، زندگی، آزادی بوده و هستند و همچنان هم در مدارس اعتراضات به اشکال مختلف ادامه داره. اعتراضاتی که سر مسئله حجاب اجباری هست، دانش آموزان دختر که زیر بار حجاب اجباری نمیرن و دانش آموزان پسر که به اشکال مختلف اعتراضات انقلاب زن، زندگی، آزادی رو ادامه میدن. یکی از مواردی که جمهوری اسلامی بسیار از اون هراس داره همین دانش آموزان هستن، دانش آموزانی که در انقلاب زن، زندگی، آزادی نیروی محرکه و موتورهای محرکه این انقلاب بودن. صحنه‌هایی دیدیم ماندگار از انقلاب زن، زندگی، آزادی که مربوط می‌شد به 24 آبان 1401 و در سومین سالگرد خیزش آبان 98. اما از مدارس و دانش آموزان به سمت بازار و کسبه و بازاریان در تهران می‌ریم. همون روز 24 آبان 1401 بازار تهران هم یکی از کانونهای داغ اعتراضات در انقلاب زن، زندگی، آزادی و به مناسبت سالگرد خیزش آبان 98 بود. Ben benim şehrim.
و اما اعتصاب کسبه و بازاریان در سراسر ایران هم یکی از شاخصه‌های اصلی انقلاب زن زندگی آزادی بود که در روز 24 آبان در قلب یک انقلاب عظیم و به مناسبت سومین سالگرد آبان 98 برگزار شد. سلام، امروز 24 بازار نجف آباد. اکثر کسبه بستن، بقیه هم دارن می‌بندن به امید آزادی. امروز تاریخ 24 آبان 1401 ساعت 11 صبح، ساعتی که اوج شلوغی میتونه باشه واسه بعضی از کسب و کارها. ۲۴/۸/۱۴۰۱ شهرستان دهگلان، احتساب سراسری. درود بر شما. امروز 24 آبان 1401 جاده بوشهر شیراز که همیشه دائم باز بوده به احتسابات پیوسته. دمتون گرم. بیست و چهار آبان عراق، بازار سنتی، اعتصابات سراسری. زنده باد ایران. سه‌شنبه 24 آبان ساعت 11 صبح، بازارچه اطلسی. چوار آبان کارگرفی نو شهر صنعتی مرگ بر دیکتاتور. امروز 24 آبان 1401 خیابون امام خمینی، شهر مغازه ها بستن، فقط بانک ها و سلام. امروز 24/8/1401 ساعت 10:45 دقیقه، بچه های گل ستارخان هیچ کدوم اصلا باز نکردن. این دست نامدین دست همه بسته تا اون جلو. منم اگه بیرون هم کار بانکی داشتم، اگه نه که اصلا بیرونه. بله، تصاویری دیدید از اعتصابات و اعتراضات باشکوه در آبان 1401 در قلب انقلاب زن زندگی آزادی و به فراخوان سالگرد آبان 98. این صحنه ها قطعاً در ایران مجدداً تکرار خواهد شد، به وقوع خواهد پیوست و این بار بسیار بزرگتر، بسیار وسیعتر و بسیار با شور و هیجان و حرارت بیشتری. و از همینه که جمهوری اسلامی اینقدر هراس داره و وحشت داره. از همین اعتراضات در راه هست که جمهوری اسلامی می هراسه و دست بازداشت فعالین و همچنین فشار روی خانواده های دادخواه می ذاره. از همین اعتراضات در راه هستش که جمهوری اسلامی از کوچکترین تجمعی و حتی حضور سر مزار کشته شدگان اینقدر وحشت داره و کلن مردم ایران به کابوسی برای این حکومت تبدیل شدن. از زنان ایرانه که جمهوری اسلامی وحشت داره، زنانی که حجاب، این سمبل بردگی جنسی رو زیر پا له کردن. از مردم ایران، از تک تک مردم ایران این حکومت وحشت داره و همین مردم هستن که با شعاردهی های شبانه، با پخش تراکت، با پخش اعلامیه، با شعار نویسی ها، با دیوار نویسی ها، با پخش عکس جانباختگان در محله ها و شهرها این کابوس رو هر روز برای جمهوری اسلامی تکرار میکنن. و این روزها روزهای بسیار مهمی هست که هر یک نفر میتونه به اشکال مختلف شعله های این انقلاب رو روشن نگه داره. ما مردم ایران میتونیم به اشکال مختلف در کنار این خانواده های دادخواه باشیم که حتی نمیتونن برای فرزندان خودشون مراسم یاد بود بگیرن. با روشن کردن شمع سر مزار این جانباختگان
حضور پیدا کردن سر مزار این جان باختگان، یا حتی شمع روشن کردن توی خونه ها، توی محله ها، تو اماکن عمومی، تو دانشگاه ها، توی دبیرستان ها، توی هر جایی که فکر میکنیم میتونیم به یاد کشته شدگان باشیم، ما میتونیم پرچم دادخواهی و پرچم انقلاب زن زندگی آزادی رو بلند کنیم و به خانواده های دادخواه نشون بدیم که تنها نیستن و هر روز به جمهوری اسلامی اثبات کنیم که ما همه با هم هستیم. فراموش نکنید که تک تک این اقدامات به هراس جمهوری اسلامی اضافه میکنه. وقتی شعاردهی شبانه صورت میگیره، حکومت مجبور اراذل اوباش خودش رو در محله ها گسیل بده که عربده بکشن و مردم رو بترسونن. وقتی شعاردهی ها در کنار شعارنویسی ها صورت میگیره، جمهوری اسلامی باز مجبور میشه اراذل اوباشش رو توی محله ها و شهرها پراکنده بکنه که شعاردهی ها رو پاک بکنن. و هر شعاردهی که پاک میشه، مردم روحیه میگیرن، به خاطر اینکه میدونن همون شعاردهی، شعارنویسی به تهدیدی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده. همین پخش تراکت ها، پخش اعلامیه ها، نصب بنر ها نشون میده انقلاب زن زندگی آزادی زنده است و جمهوری اسلامی با شکنجه و زندان و اعدام و حتی با بازداشت خانواده های دادخواه نمیتونه جلوی جنبش سرنگونی رو بگیره. ممنون که با ما بودید بینندگان گرامی. برنامه پخش مستقیم رو اینجا به پایان میرسونیم. به یاد جانباختگان انقلاب زن زندگی آزادی، به یاد جانباختگان خیزش آبان 98، یک بار دیگه میگیم قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان. گریه نکن، گریه تو منو زنده نمی کنه. کسی گریه تو رو باور نمی کنه، دروغه. اگه واقعیت داشت این همه اهمیت دادن به من، کنار من بودی. چیزی که من تو این همه سال دیدم، بر زدن شما جلوی تلویزیون بود و تلفات دادن جوانا. در مورد همه صحبت نمی کنم، اکثریت رو. خیابون مگه مال کیه؟ ارث پدر کیه این خیابونا؟ این شهرها مال تو و منه. این کشور مال ماست، مال مردمشه. ما اگه جرأت نکنیم تو خیابونای خودمون قدم بزنیم، چی هستیم ما؟ برده؟ نه، جمعیت باعث وحشت نیروی سرکوبگر میشه. نگاه میکنه میگه خب من چند تا از این رو بزنم؟ پس کی؟ آخه اون همه فوش دادن، اون همه نفت کردن، اینا به چه دردی میخوره وقتی تو عمل صفر باشه؟ نتیجه چی؟ هیچی؟ گذران؟ بیا بیرون! من
انقلاب با حرف‌های بزرگ شروع نمی‌شود. باید پرچم را به دست گرفت. باید به جنگ سیاهی رفت. باید سوخت و روشنی بخش راه شد. این داستان سرهایی است که خم نشدند، سینه هایی که سپر شدند در برابر بارانی از گلوله و زانوانی همیشه ایستاده برای یک نام آزادی. آره با تو هم داری آماده میشینم. اسامی تمرین کردی که اینجا وقت درسته به فرماندهتون ولدی چند نفر رو بکشی، چند تا چشم رو کور کنی، چند تا مادر رو بی فرزند کنی، چند تا فرزند رو بی مادر. معدب رفتی هیت سینه زدی، گری کردی واسه مظلومیت حسین، حالا هم داری آماده میشی واسه کشتن مردمی که این همه ظلم بهشون شده. آره بسیجی سپاهی دیدیم چرا مردم ایران به شما میگن داعش ما شمایی، چون به اون داعشیه گفته بودن هر کسی مثل تو فکر نمی کنه رو باید سر ببوری تا بری بهش. به تو و امثال تو هم اسلحه دادن گفتن بکش تا بری بهش. حالا واقعا با کشتن آدم هم میری بهش؟ ببین یه وقت فکر نکنی قدرت داری دا، اون اسلحه که دستت گرفتی و دست یه بچه 10 ساله هم بدی بلدش علی کنه. سربان موتورت میشی اسلحه رو دستت میگیری تو پیابون به مردمی که با دست خالی اومدن از حقشون دفاع کنن تیر میزنی. شما خیلی ترسو تر از نرفایی، اگه مردم مسلح بودن که شما وجود نداشتید تو پیابون. بعد یه سری هاتونم خودتون رو گول میزنید بگید نه ما نمیزنیم کسی رو، نمیدونم فرق واسه رو با وحشت اونجایی او فرماندهتون بگید بزن میزنی، بگید بکش میکش، دست تو نیست. بعد اومدم بگم خبر داری اسم تک تکتون هست، کجا بودید، چی کارا کردید، تو کدوم عملیات ها. خودتونم خوب میدونید این نظام دیکتاتوری به زودی سقوط میکنه. اگر زیر دست و پای مردم زنده بیرون بیای، فردای آزادی همه تون شناسایی میشید، همه تون وارد دادگاهی بشید. به این چیزاش فکر کردی؟ وارد جواب همه جنایتایی که کردید و بدید. کمتر از یک ماه مونده به سالگرد مهسا تا دیر نشده از کمک کردن و خدمت کردن به این جنایتکارا دست بکشید. به حرفایی که زدم فکر کنم.
24 آبان دانشگاه چمران جندی شاپور.